سلام و سلام و سلام، اومدیم با یه ویدئوی دیگه برای ساز جذاب گیتار. امروز میخوایم یه ریتم و آکورد خیلی باحال بهتون یاد بدم که توی جلسه بعد بریم سراغ آنالیز آوازش. از خواب برگشتم به تنهایی، از خواب برگشتم به تنهایی، پل میزنم از صبح زیبایی، چشمامو میبندم و میبینم، دنیا رو با چشم تو میبینم. خب بریم سراغ آموزش ریتم و آکورد این آهنگ که خیلی آهنگ ساده، 3 تا 4 تا آکورد بیشتر نداره. شما خیلی راحت میتونید یادش بگیرید و بزنید و کیفش رو ببرید. قبلش بگم لطفا لایک و سیو شیر کامیتون رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشم بزنید تا ویدیوهای آموزشی بعدیمون براتون بیاد و بتونید ببینید و امیدوارم که بتونه بهتون کمک بکنه. خب 3 تا آکورد اصلی داره این آهنگ. قبلش اینو بهتون بگم، ما اگه بخوایم در مورد ریتم این آهنگ صحبت بکنیم، ببینید ریتم 2/4 با آپاگادو یعنی چی. من 2/4 رو بهتون یاد دادم، ببینید گفتم 1 و 2 و گفتیم با انگشت آی میزنیم و دستمون شل باشه، وقتی میخوایم بزنیم انگشت های دیگه مزاحم نشن و خیلی شل ول انجام بدین این کارو. ببینید 1 یعنی انگشت های بعدیتون رو جمع نکنید وقتی میخواین اینو بزنید، سفتش نکنید. ببینید 1 2 1 2 که میشه 1 و 2 و، یعنی یک بار به سمت پایین میری، یک بار به سمت بالا میاد. من یه توضیح کوتاه بهتون میدم، توی 2/4 ما 2 تا دونه سیاه داریم. این 2 تا دونه سیاه یعنی هر کدوم از این ضربهای سیاه یک بار به سمت پایین میره و بالا میاد، یعنی میشه 2 2. خب این روند پایین و بالا رفتنش میشه 1 ضرب توی 2/4، یعنی میشه 2 2 2 2. که حالا ما میخوایم بشماریمش چجوری میشماریم؟ میگیم 1 و 2 و. حالا توی ضرب دوم همونطور که آپاگادو رو به تو یاد دادم و گفتم خوابوندن یا خفه کردن صدا رو ما بهش میگیم آپاگادو، یعنی همزمان با پایین اومدن انگشت و صدا دادن دستمون صاف میشه روی سیما به این شکل، یعنی وقتی با این زده شد بعدش دستمون میاد روی سیم و صدا رو خفه میکنه. حالا چرا من اینو یه ذره سریعتر دارم میگم؟ 2 تا ویدیو قبلی رو ببینید، همش رو براتون توضیح دادم، آپاگادو، ریتم 2/4، همه چی رو توضیح دادم، ولی الانم دارم بهتون میگم. ببینید این انگشتتون که صدای سیمای گیتار رو ایجاد کرد بعد میخوابه روی سیم، ما به این میگیم آپاگادو. خب حالا 2/4 با آپاگادو میخوایم بزنیم، یعنی 2/4 که گفتیم 1 و 2 و، یعنی انگشت آی ما به سمت پایین میره، به سمت بالا میاد، به سمت پایین میره، به سمت بالا میاد. سعی کنید انگشت‌ها و دستاتون خیلی شلوول این کار انجام بده. حالا توی ضرب دوم، یعنی میگیم 1 و، سر ضرب دوم یه آپاگادو میزنیم و میاد بالا، که ریتمش اینجوری میشه، میشه 1 و 2 و. سر ضرب دوم آپاگادو رو میگم، اگه یاد نگرفتین ویدیو آپاگادو رو حتما ببینید، ویدیوش کامل کامل بهتون یاد دادم، یکی دو جلسه قبل تره. میشه 1 و 2 و، 1 و 2 و. این میشه ریتم 2/4 برای زدن آهنگ از خواب برگشتن به تنهایی، یا همون بازی آقای بالایار که میشه 1 و 2 و. اگر دیدین در ابتدای راه براتون سخته، آپاگادوشو نزنید، اول این 1 و 2 و رو یاد بگیرین بعد آپاگادوشو بزنید. خب بریم سراغ آکوردها، یعنی میتونید آکوردها رو وقتی دارین میگیرین همزمان 1 و 2 و رو بزنید. خب بریم سراغ آکوردها. 3 تا دونه آکورد ما داریم، یه میمینو رو من قبلا بهتون یاد دادم توی 4-5 تا آکورد قبلی، ولی دوباره الان بهتون میگم، بعد فا ماژور و سول ماژور که آکورد می مینور، آکورد فا ماژور، آکورد سول ماژور. ببین فراتر از این که شما بدونید اصلا مینور و ماژور چی هست که نیازی به نظر من فعلا ندارید که بدونید، چون اگه بخوام وارد بحثش بشیم خیلی طولانیه، ولی آکورد های مینور مثلا شما حتما اونایی که حال چون علاقمند به گیتار اینا هستین مثلا دیدین یه ای گذاشته یه ام کوچیک کنارش، این آکورد مینوره. ای که نشون دهنده نوت لایه، که بازم تو ویدیوهایی که در مورد حروف لاتین در گیتار فکر کنم 7-8 ویدیو قبل‌تر من صحبت کردم میتونید اونجا ببینید، ای به نشون دهنده مثلا نوت لایه و ام کوچیک کنارش به معنی مینوره. ما 3 تا آکورد داریم، می مینور، فا ماژور، سول ماژور. می مینور، می حرفش ای انگلیسیه، کنارش یه ام داره، هر جا ای ام رو شما دیدین اینو حفظ کنید، چون هر جا ببینید همین یه دونه است. ای ام رو دیدین یعنی ای بزرگ، یه ام کوچیک کنارش میشه می مینور، آکورد می مینور. حالا می مینور رو ما چجوری تو گیتار میگیدیم؟ فرت دوم،
سیم های 5 و 4 خیلی آکورد ساده ایه. سیم های 5 و 4 رو با انگشت 2 و 3 میگیریم، یعنی انگشت 1مون بیکاره و انگشت 4مون هم بیکاره، یعنی میشه در فرت دوم سیم های 2 و یعنی میشه در فرت دوم سیم های 5 و 4 رو با انگشت های 2 و 3 میگیریم، یعنی این دوتا نه با این دوتا میگیریم، یعنی انگشت 2 انگشت 3. همونطوری که گفتیم دست چپ ما بود 1 و 2 و 3 و 4 شمارش انگشتان، و توی دست راستمون هم داشتیم P I M A X که الان با انگشت I برای زدن ریتم 2 4 استفاده میکردیم. خب برگردیم سراغ آکورد می مینور. می مینور توی فرت دوم سیم های 5 و 4 با انگشت آی 1 و 2 و میزنیم. خب میخوام بریم آکورد بعدی. این چون آکورد سختی نیست، من قبلا هم آموزش دادم بهتون. آکورد فا ماژور. ببینید ما دو تا آکورد فا ماژور و سول ماژور رو امروز میخوام یاد بگیریم. فا ماژور به چه شکله؟ ببینید انگشت 1تون رو بذارید اول سول ماژور رو بهتون بگم. انگشت 1 رو توی فرت دوم سیم 5م میذاریم به این شکل. انگشت 2 رو در فرت سوم سیم ششم، انگشت 2 رو در فرت سوم سیم ششم و انگشت 3 رو در فرت سوم سیم اول. اولش شاید یه ذره براتون سخت به نظر برسه، ولی نگران حالا چیز نباشید، یعنی مطمئن باشید که اوکی و خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. خب گفتم من این آکوردها رو نزدیکم بهتون نشون بدم که راحت‌تر بتونید بشناسیدشون. ببینید انگشت 1 در فرت دوم سیم 5، انگشت 2 در فرت سوم سیم 6، انگشت 3 در فرت سوم سیم 1، یعنی این دوتا انگشت 2 و 3 در یک فرت هستن به این شکل. اینم که اینجا قرار میگیره. این سخت نیست، فقط یه کوچولو تمرین میخواد. آکورد سول ماژور شاید به دید خیلیتون آکورد عجیب غریبی بیاد، ولی واقعا آکورد ساده ایه. ببینید این. حالا اگر شما براتون سخته که توی یک حرکت بگیرین، نهایت بکنیدش فعلا، یعنی کار درستی نیست برای اینکه بخوایم تو سطح آموزشی یاد بگیریم، فعلا بکنیدش دو حرکت. دو حرکت یعنی چی؟ یعنی اینو بگیرین بعد این دوتا رو مثلا بذارید، یعنی یکتون اینجا باشه بعد دو سه رو روی این دوتا بذارید مثلا، که این بشه آکورد سول ماژور. یعنی یک روی فرت دو سیم 5، دو روی فرت سه سیم 6، سه روی فرت سه سیم 1، آکورد سول ماژور. خب حالا میخوام بریم سراغ آکورد فا ماژور. ببینید ما یه چیزی در گیتار داریم به اسم باره، حتما به چشتون خورده که با انگشت کل سیم ها رو میگیره، یا اینجا رو مثلا. خب همین سول ماژوری که براتون گرفتم و فا ماژوری که الان میخوام بهتون یاد بدم شکل باره شون هم هست، یعنی این سول ماژوره این فا ماژور، که فعلا باش کار نداریم، بخواد اینکه راحت تر بتونیم بزنیم. میخوام بریم سراغ فا ماژور. یه نیم باره میخوام بگیریم، یعنی با بند اول انگشتمون، انگشت اولمون سیم های 1 و 2 رو میگیریم اینجا. یه چیزی هم بهتون بگم بچه‌ها، خوش صدا ترین جای هر فرت نزدیک این فلز است. ببینید اینجا مثلا، اینجا، اینجا، اینجا. خب اینا جاهای خوبه، ولی حواستون باید باشه روی فرت نیاد، صداش گز میده. خب میایم اینجا برای فرت اول انگشت یکمون، یعنی بند اول انگشتمون فرت 1 و 2 رو میگیره، برای فرت دوم سیم 3 و برای فرت سوم سیم 4 رو میگیریم به این شکل. خب این یه ذره شاید شکلش براتون عجیب غریب بیاد، ولی یه بار توضیح میدم که راحت تر بگیرید. ببینید و میخوام بهتون میگم چطور میتونید صدای خوبی ازش بگیرید. اول شاید یه ذره گز بده، ولی یه ذره که بزنید عادت میکنید. ببینید این. خب حالا چجوری ما میگیریم؟ انگشت یکمون رو روی فرت یک سیم 1 و 2، انگشت 2 روی فرت 2 سیم 3، انگشت 3 روی فرت 3 سیم 4. حالا وقتی شما اینو گرفتین شاید سخت باشه به این شکل بگیرین، یعنی مستقیم باشه. میدونی چی میگم؟ یه ذره فشار دستتون رو بندازین سمت چپ، یعنی بخوابونین دستتون رو سمت چپ. مثلا شما میخواید اینجوری بگیرین. خب حالا اینو یه ذره متمایل کنید به این بر. ببینید اینجوری بخوابونید این بر. وقتی این کارو میکنید ببینید الان جای سیما کجاست؟ این قسمت گوشه انگشت من میشه. برای آکورد فا ماژور منظورم، اما توی سول ماژور باید با نوک انگشتو مثلا بگیرید. توی می مینور که گرفتیم با نوک انگشت، ولی برای فا ماژور وقتی گرفتینش میتونید فشار انگشتتون رو به سمت چپ ببرید، یعنی بندازید یه ذره این بر. ببینید من چجوری خودمو خم میکنم، فقط میخوام نشون بدم که فشار به کدوم سمت. ببینید اینو یه ذره اینوری بگیرید. ببینید جاش هست، نگاه کنید جای سیما کجا هست، این گوشه انگشت. یعنی من
انگشتامو میگیرم و کمی فشارمو به سمت اینور متمایل میکنم که بشه فا ماژور. خب پس سه تا آکورد ما اینا میشن: می مینور به این شکل، انگشت یک روی سیم 5/4 در فرت دو، و سول ماژور به این شکل، انگشت یک روی فرت دو سیم 5، انگشت دو روی فرت سه سیم 6، انگشت سه روی فرت سه سیم 1، و فا ماژور که گفتیم انگشت بند اول انگشتمون سیم 1 و 2 رو با هم میگیره، انگشت دومون سیم 3 و انگشت سومون سیم 4 رو میگیره، و گفتیم فشارش رو کمی به سمت اینور متمایل میکنیم به این شکل، یعنی می مینور، سول ماژور و فا ماژور. حالا با این سه تا آکوردی که گفتیم و ریتم 2/4 میخوایم آهنگ از خواب برگشتن به تنهایی رو بهتون نشون بدم که به چه شکلی میشه. ببینید می مینور رو میگیریم. البته توی جلسه بعد ما آنالیز آواز از خواب برگشتن به تنهایی کامل داریم. تحریراشو من بهتون میگم چه جوری بزنید تا جایی که امکان باشه. چون ببینید شمایی که به عنوان یه نوازنده که حالا میخواد بر خودش گیتار و اینا رو بزنه، تا حدودی اگر بتونید اون تکنیک های آواز رو هم بلد باشی وقتی میخواد با گیتار بزنید بخونید، خیلی میتونید تو نوازندگی و حالا اون که بخواد درصد مثلا کیفیت کارتون یه ذره بالاتر بره و هر کی میشنوه حال کنه، به قول معروف با اون خوندن و گیتار زدنی که شما دارید انجام میدین، خیلی بهتر میتونید شما به این نتیجه برسید. خب می مینور ببینید، یک و دو و. گفتیم در ابتدای کار اگه فکر کردین آپاگادو براتون سخته، نزنید، فقط بزنید یک و دو و. شما الان باید اون چیزی که مد نظر دارین چی باشه برای تا جلسه بعد که ما برم سراغ آنالیز آواز رو سعی کنیم بگیم آکوردها کجای آواز قرار میگیرن و بخونیم با هم دیگه، چیز رو باید در نظر داشته باشین. چی رو باید تو جلسه تا جلسه بعد اوکی بکنین؟ یک، دست راستتون یعنی ریتمی که میزنین، خب، و اگر یک و سر ضرب دوم آپاگادو هم بزنید که فبا فقط آپاگادو رو زدین دستون پایین نمونه، حتما بیاد بالا، میشه یک و دو و، یک و دو و. مسئله بعدی چیه؟ تعویض آکوردها، یعنی می مینور رو یاد بگیرین اول، بعد سول ماژور رو مثلا یاد بگیرین، بعد فا ماژور رو یاد بگیرین، و وصل هر کدوم از اینها به همین نرمی که من الان دارم انجام میدم برسه. بعد شما میتونید از خواب برگشتم به تنهایی، پل میزنم از صبح زیبایی، چشمامو میبندم و میبینم، دنیا رو با چشم تو میبینم. الان اگه دقت کنید من آکورد می مینور، بعدش فا ماژور و بعدش سول ماژور رو گرفتم. شما اگه بتونید این سه تا آکورد رو به هم دیگه وصل بکنین، خب، و وصلشون اوکی باشین، دیگه مشکلتون حل میشه. ما هفته بعد میریم سراغ آنالیز آواز از خواب برگشتن به تنهایی، و فقط یه کاری بکنید برای من، اینا رو یاد بگی، اینایی که بهتون گفتم، این هماهنگی دست راست برای ریتم 2/4 زدن، اگر توش آپاگادو داشته باشی که فبها، چون با آهنگ اصلی خیلی نزدیک میشین، و وصل کردن این آکوردا به هم دیگه، و وقتی که قرار وصل بشن، شما قرار وقتی که اینا رو وصل بکنید دستتون به هم نریزه، یعنی تمرین بکنید که مثلا از این فا ماژور بتونید بیاد به سول ماژور، بتونید بریم می مینور. نکته آخر، اگر دیدین مثلا میخواید سول ماژور رو بگیرین سخته براتون اینجوری بگیرین، در دو حرکت بگیرید، این بعد این. چجوری؟ وقتی اینو گرفتین بگید یک و، بعد اینو بگیرید بگید دو و. اینجوری خیلی ساده تر میتونید بزنید. برای فا ماژور هم همین، اینو میگیری میگی یک و، بعد این دوتا رو میگیری میگی دو و. خب اینجوری خیلی ساده تر میشه براتون، یعنی میشه می مینور، بعد سول ماژور میشه مثلا، ببینید اینو من گرفتم، میشه یک و دو و. اینا بخاطر این میگم که شما راحت تر بتونید اینا رو جمع جور کنید، به هم وصل کنید، وگرنه چیز زیاد مثلا اصولی نیست، به خاطر یادگیری شماست بیشتر. بعد دیگه حالا آروم آروم دست به جایی میرسه که آکوردو با هم بگیرید. تو فا ماژور هم همینجوری یک و دو و، که بتونید فعلا انجامش بدید. پس ریتم 2/4، یک و دو و، و دوتون آپاگادو داشته باشه، حواستون حتما باشه که این ریتم ثابت باشه، و وصل آکورد می مینور،
سول ماژور و فا ماژور با هم دیگه، تا جلسه بعد که ایشالله بریم روی آنالیز آوازشو، آواز یه آهنگ با هم بخونیم، تو دو جلسه تموم کنیم، یه دونه آهنگ یاد بگیریم تموم شه بریم. هر شب بوزوشم که حتما لطفا لایک و سابسکرایب کنید، یادتون نره حتما سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا با آموزش باحال بعدی بیایم. هر دو جلسه سه جلسه همینجوری، یعنی هر پکیج رو تو دو سه جلسه با هم دیگه ایشالله می‌بندیم که بتونیم آهنگا رو، هر آهنگی رو تو دو سه جلسه نهایتاً بزنیم و یهو به خودتون بیاد ببینید 10 تا آهنگ بعد از 30 جلسه مثلا زدین و تموم شده رفته، شاید هم بیشتر، حتی 15 تا آهنگ توی مثلا 30 جلسه. ولی به تمرین خودتون خیلی بستگی داره اینکه چجوری اینا رو به هم وصل می‌کنین و تو وصل کردنشون چقدر تمرین می‌کنین، چون آکورد زدن، وصل آکوردا به هم دیگه و ریتم دست راست، اصول خوندن، خوندن مگه چیه؟ وصل ریتم به تعویض آکوردا و خوندن آهنگ ملودی مورد نظر. این میشه اینی که میبینید هر کی با گیتار میزنه میخونه، همین کاری داره انجام میده، همین چیزی که من به شما یاد دادم و شما بیاد بگیرید تا ایشالله زود راه بیفتید. تا ویدیو آموزشی بعدی، یعنی آنالیز آواز آهنگ بازی آقای والایار و بعدش ایشالله میرون سراغ یادگیری ملودیش. و این ملودی رو هم ایشالله با هم دیگه توی جلسات آتی یاد میگیریم، کل پرونده آهنگ رو تو دو سه جلسه ایشالله میبندیم. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، فعلا.